به نام زن زندگی آزادی، درود بر همراهان آموزشکده توانا. من ماه منیر رحیمی هستم. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از گفتگوهای زنده از صفحه اینستاگرام آموزشکده جامعه مدنی توانا. مهمان گرانقدری دارم امروز، لیلی جان پورزند، که سالهای سال هم دوستیم هم خواهرانه. میدونم که چقدر کار کرده در حوزه حقوق بشر و خاصه حقوق زنان یا در مجموع برابری حقوقی. عنوانهای زیادی داره، تحصیل زیادی کرده هم داخل ایران هم در کانادا، اما خیلی کوتاه بخوام براتون بگم، کارشناسی برابری جنسیتی و حقوق زنان رو هم مطالعه و تخصص و تحصیل داره و هم کار کرده روی این موضوع، واقعا فعال هست. همین دو روز گذشته هم در تورنتو باز برای برابری حقوقی فعال بود، هم خودش هم دختر نازنینش. اتفاقا آموزشکده توانا از لیلی جان پورزند هم یک پروفایلی داره که بعدا میتونید سرچ کنید، روی سایت توانا هست و لیلی جان اونجا بیشتر معرفی شده، به علاوه اینکه تمام کاراش رو روی گوگل هم میتونید سرچ بکنید. امروز یک شنبه 16 جون یا ژوئیه هستش که برابر با 27 خرداد 1403 هست. لیلی جان خوش آمدی و مرسی که دعوتم پذیرفتی بعد از مدت ها اینجوری لایو و مستقیم صحبت کنیم. فکر کنم آخرین بار که با هم مصاحبه داشتیم، نمیدونم، یا از لندن بود یا از امریکا. خیلی وقت پیش بود. بله، منم سلام میکنم ماهون جان عزیز، ممنون از معرفیتون، ممنون از دعوتتون و به همه عزیزانی که اینجا هستن، در کنار ما هستن در آموزشکده توانا. و درست میگی، خیلی وقت بود که من در میرفتم از زیر لایف در واقع، ولی بالاخره راضیم کردی و خوشحالم که امروز رو در خدمتتون هستم. دقیقاً لیلی جان مدت ها بود که پرهیز میکرد از گفتگوهای تصویری یا زنده یا مفصل و اینها و بیشتر تمرکز داشت بر کارهای علمی و کنشگری های اجتماعیش. از صفحه بگو بشنو یا دیالوگ یا گفت و شنود، ما چند تا اسم داریم برای این صفحه هم یاد کردی. من الان حدود یک سالی هستش که با این صفحه یا پنجره گفت و شنود مؤسسه توانا همکاری میکنم، میزبان بعضی از گفتگوهاشون هستم، از جمله گفتگوهای هفتگی که در کلاب هاست برگزار میشه. برای شنونده ها گفتم که اگر مایل بودن من توصیه میکنم و دعوت میکنم سری هم به اون پنجره بزنن. اما وارد موضوع امروزمون بشیم. اصطلاح رجال مذهبی و سیاسی یا اونطور که معروف هست رجل سیاسی، میخوایم ببینیم از کجا آمد. تا اونجایی که من یک خیلی خیلی کوتاه بخوام بگم، لیلی جان شما حتما بهتر میدونیم و این مقدمه رو من بگم شما بیشتر توضیح بده، که سوال اینه که این اصطلاح اصلا از کجا اومد، این شرط اصلا از کجا اومد وارد قوانین جمهوری اسلامی، قانون اساسی و بعد در قانون انتخابات هم اومده. سال 58 یعنی کمتر از سالگرد اون 22 بهمن 57 بودش، تابستون تقریبا، وقتی خبرگان قانون اساسی روی این موضوع سر اینکه چه کسی میتواند رئیس جمهور ایران بشه، بس بر سر سیاست مردان بود، لغت مرد درش بود. خانم منیره گرجیفر تنها زنی که اون موقع در مجلس خبرگان قانون اساسی حاضر بود، با انحصار لغت مرد سخت مخالفت میکنه. خانم محجبه میانسال یا بگم پا به سن گذاشته ای بودش، اما سخت مقاومت میکنه، مخالفت میکنه. بارها به هر حال بین اعضا رأی گیری میشه و در نهایت اون رو از
دوستای دیگه اون رو به رجال مذهبی و سیاسی تبدیل عوضش میکنن، یعنی کلمه مرد رو برمیدارن اما رجال میذارن، به انگار که فقط فارسی شد عربی، و بعد هم کلمه مذهبی رو اتفاقا اضافه میکنن. در نهایت به نام اصل 115 معروف هست، اصل 115 قانون اساسی تصویب شد. من اجازه بده این عیناً دو جمله رو بخونم، بعد توضیح و تفسیر شما رو بشنویم. رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، که عیناً همین بعداً در شرایط ماده 35 قانون انتخابات هم آمد، انتخابات ریاست جمهوری هم آمد، گرچه ما طی این 45 سال در کابینه عضو جدی ندیدیم، در رئیس هیچ کدوم از سه قوا زن ندیدیم. بنابراین قصه فقط رئیس جمهور بودن هم نیست، تبعیض ها به شدت زیاده. اما اول به همین تاریخچش برگردیم، این اصطلاح از کجا اومد لیلی جان؟ بله، خیلی ممنون از مقدمه که برامون شکافتید. من به خاطر در واقع تخصص خودم فکر کردم که اول خیلی کوتاه به خاطر وقت اول یه نگاهی ما بکنیم مثلا به اینکه خب تاریخچه مردسالاری و پدرسالاری مختص ایران نیستش در واقع، و مسئله سیاست و سیاست ورزی و اینکه دنیای مدرن وقتی شکل گرفتش دقیقا زمانی بود که زنان در کل جهان از حقوق برابر دسترسی و در واقع مؤثر بودن در تصمیمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی محروم بودند. مسئله این هستش که این یک تاریخچه رو من خواستم مطرح کنم، چون حتی در زبان انگلیسی هم تازه داره این در واقع تحول ایجاد میشه که من به عنوان در واقع انسان استفاده میشد، و خب با توی 20 سال اخیر به خصوص با فعالیت‌های حقوق بشری که شده این واژه کم کم داره اون بار مفهومی انسان رو از دست میده، بسیار کم استفاده میشه به این مفهوم، و اگر هم استفاده بشه محکوم میشه در واقع و قابل پذیرش نیست. بنابراین یک تاریخچه پدرسالاری جهانی رو من فکر می‌کنم به هر حال سیاست و سیاستمداری به دوش میکشه. منتها ما وقتی که وارد مسئله انقلاب اسلامی و 45 سال گذشته و یک سیستم زنستیز خشونت ورز جنسیتی رو که ما باهاش روبرو هستیم 45 سال هست میایم در موردش صحبت میکنیم، این رو باید بسیار آگاهانه و متمایز، برای اینکه بسیار ساده میشه از به قول معروف از این ور پشت بون غلطید و بگیم خب مثل همه جای دنیا که مرد سالاری و پدر سالاری ریشه داشته و داره و هنوز هم در بسیاری از مجالس دنیا، در بسیاری از کشورهای دنیا سران کشورها هنوز به اندازه کافی تعداد برابر زنان در قدرت نیستن، یعنی خیلی ساده میشه از این بحث لغزید. ولی من میخوام این رو مطرح کردم که برگردیم به جمهوری اسلامی و سیستم خشونت ورزش، به خاطر اینکه وقتی چنین تبعیض جنسیتی مشخصی، حالا بعد به تبعیضهای دیگه ای که در دل همین واژه نهفته است میپردازیم، در قانون اساسی یک کشور و یک سیستم و رژیم حکومتی، رژیم سیاسی و حکومتی قرار میگیره به عنوان اصل قانون اساسی، این در واقع یک صحه 100% هست برای اینکه نیمی از جمعیت کشور از دستیابی به یک مقام، بالاترین مقام سیاسی کشوری در واقع محروم شدن. بنابراین این خودش فی‌البداهه ما رو به اون نقطه انتها میرسونه که نقطه انتهای ما این هست که میخوایم این نتیجه رو قاعدتا بگیریم که جمهوری اسلامی یک سیستم زنستیز هست.
خود این اصل قانون اساسی این رو در اختیار ما میذاره. حالا واژه رجل رو من اتفاقا داشتم فکر کردم، خیلی این خاطرات من رو از این لایه های زیری آوردش به بالا. در واقع خب من دانشکده حقوق تو ایران درس خوندم و سالهای سختی رو راستش رو بخواید گذروندم در اون دوران. خب اون موقع خیلی جوان بودم، صحبت سال 1300 و اوایل 70 مثلا 1370، و خب این آگاهی رو نه به خودم نه به جهان داشتم. یکی از دردناکترین کلاس‌هایی رو که خب مجبور بودم برم سرش و یکی از دردناکترین کارهایی که مجبور بودم امتحان حقوق اساسی بود. بعدها که روش خیلی فکر کردم که چرا من اینقدر عذاب کشیدم، در حالی که اصلا درس سختی نبود، این باز تولید خشونت جنسیتی و خشونت ورزی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست و یکی از اصلهایی که بسیار آزاردهنده بود و خب اون موقع اصلا این بحث ها مطرح نمیتونست بشه، همین اصل هستش که نیمی از جمعیت کشور در واقع با واژه رجل که دقیقاً معنای در واقع واژه‌ایش مرد هست حذف شدن. حالا میاد میگه که رجل سیاسی مذهبی، خب ما داریم در مورد یک حکومت در واقع فاشیست ایدئولوژیک حرف میزنیم که سیاست براش یک بُعد داره، یا با منی یا علیه منی در واقع، و اون رو هم سیستم های امنیتی و قضایی و در واقع لشکریش تعیین میکنن که در صدرش رهبری هستش. بنابراین مسئله شرط سیاسیش هم مشخص هست که چه کسانی مورد قبول قرار میگیرن. و بعد مذهبی، یعنی مذهبی دقیقا اومده پشت این سواژه قرار گرفته، یعنی مذهب رسمی کشور که خب باز اون خودش یه بحث جداگانه است. من فکر می‌کنم باید با اون یک ساعت هم به اون پرداخت که چطور ممکن هست در کشوری مذهب رسمی اصلا، چرا باید یک مذهب رسمیت داشته باشه و مذاهب دیگه رسمی نباشن. مذهب رسمی ایران توسط جمهوری اسلامی شیعه اثناعشری در واقع تعیین شده، بنابراین حتی مسلمانی که شیعه اثناعشری نباشه در جایگاهی قرار نمیگیره که فکر کنه میتونه برای بالاترین مقام سیاسی این کشور خودش رو کاندید کنه. بنابراین همین یک چند واژه پشت هم نه تنها نیمی از جمعیت رو، بلکه اکثریت جمعیت ایران رو وقتی که فکر کنیم از نظر جنسیتی، از نظر تفکر سیاسی و از نظر نوع دین حذف میکنه و ما میمونیم با یک جمعیت بسیار کمی که خب در این سالها دیدیم اون جمعیت محدود در واقع حواریون هم تازه توسط خود شورای نگهبان باز قلقم میشن بر مبنای اون راه و روش سیاسی که در اون مقطع خاص جمهوری اسلامی که در مقام اولش رهبری هستش در واقع میخواد پی بگیره بقیه رو به راحتی حذف میکنه. حتی رئیس جمهورهای گذشته رو در واقع، کسانی رو که قبلا تایید کردن، ناگهان تصمیم میگیرن دیگه تایید نکنن. بله، و اصلا از پروژه بنی صدر سازی و این حرفا حتی الان اخیراً هم صحبت میکنن. یعنی اصلا شگفت انگیزه روز به روز این غربالی که میگین، غربال شورای نگهبان و اینها تنگتر میشه و روز به روز اون حلقه کوچکتر و کوچکتر میشه. فقط موندن چند تا ذوب شدگان در ولایت مطلق فقیه که رسما هم میگن، یعنی اصلا تعارف ندارن، رسما میگن طابق و نعل به نعل باید به صلاح اوامر رهبری رو ادامه بدن. اشاره درستی کردی به این که فقط هم مسلمون ها نیستن، فقط هم مرد ها نیستن، فقط هم این چیزان. اولا که خب در دنیای اتفاقا ماه جون هستیم و شما هم فعال بود، در دنیای امروز نمیتونیم اصلا تسته‌بندی کنیم زن مرد، چنان طیف گسترده‌ای هستن که بسیاری بین این دو طیف قرار میگیرن. اونها رو هم کنار گذاشته، زنها رو هم کنار گذاشته. یکی از
نمایندگان پیشین مرد منتها اهل سنت، نماینده سنندج بوده در مجلس شورای اسلامی، اسمشون یادم رفتش، ثبت نام میخواد بکنه برای ریاست جمهوری، داوطلب بشه، تازه برای ریاست جمهوری تازه کاندید بشه، حتی بهش اجازه ثبت نام ندادن. حالا خیلی هنر کردن، این دفعه سخنگوی شورای نگهبان اومده گفته که خانم ها میتونن ثبت نام بکنن، ولی خب طبیعتا هرگز از تایید نشدن، صلاحیتشون تایید نشده، هیچ زنی در اون سرزمین 45 سال صلاحیت نداشته که رئیس یکی از قوا بشه، در کابینه قرار بگیره، در رئیس جمهور که دیگه سهله. لیلی جان، اتفاقا خیلی نکته مهمی رو که از تاریخ این پدرسالاری، تاریخ به شکل خیلی خیلی امر کهن قدیمی روی زمین یاد کردی، اما اتفاقا خیلی خوبه که تفکیک کردی و بلافاصله اومدی بگیم سر این 45 سال، سر این تقریبا نیم قرن داریم بحث میکنیم، اینکه در دنیا چه جنایت هایی هم اتفاق افتاده در کل تاریخ بشریت. بله، یه موقعی هم قارنشین بودن. این همه عوض شده، دنیا این همه تغییر کرده، خیلی از به خصوص در کلاب هاست من میبینم بلا فاصله میان ادهی که میخوان به صلاح همچنان دفاع بکنن و عادی سازی بکنن، میگن بله در همه جای دنیا هنوزم تبعیض هست، بله اون کجا و این کجا، این در خود قانون اساسی داره روشن میگه، اونا کجا، بله ممکنه که به شکل عرفی همین الان هم به من تبعیضایی بشه، فرض کن به شکل عرفی، قانون وقتی که عوض شده در جهان، این همه چیزای دیگه در جهان عوض شده، چطور اونا رو نمیگین که جاهای دیگه هست، تکنولوژی که امریکا، کانادا، اروپا هستش، آزادی های دیگه ای که هستش، برابری های دیگه ای که هستش، آیا شما میایین مقایسه کنید بگین اونجا چی، فقط مثلا اگه یه مورد اینجا پیدا بشه میایین؟ میدونی خیلی شگفت انگیز قیاس های مع الفارق میکنن گاهی جان بده. من دلم خواهد رو بگم مسئله تدوین قانونی تبعیض هست. به قول شما در 40-50 سال گذشته به ویژه از دهه 1970 در واقع جنبش های فراگیر، خب هم فمینیستی هم برابری خواهی برای طیف های وسیع جنسیتی و اقلیت ها، حالا از هر نوع اقلیت های دینی، مذهبی، قومی، خب در دنیا شکل های متفاوتی از اکتیویزم و فعالیت و کنشگری رو داشتن و تغییراتی رو که امروز ما اینجا نشستیم و شاهدش هستیم و خیلی تغییرات دیگه هم باید صورت بگیره. من اصلا نمیگم ما در جای ایدئالی نشستیم، برای که ما با یک تاریخچه هزاران هزار ساله داریم در واقع مبارزه میکنیم، ولی دقیقا در همین چهل و اندی سالی که دنیا سعی کرده به نقطه دیگری برسه و حتی در بسیاری از کشورها، خب ما شاهد این هستیم که برای حتی استخدام‌های معمولی، حالا پوزیشن‌های بالاتر سیاسی و تصمیم گیری رو بذاریم کنار، الان در واقع در مرحله‌ای هستیم که اگر دو نفر لایق باشن اولویت به زن داده میشه، اولویت به اقلیت جنسی داده میشه، اولویت به اقلیت هایی که در واقع اون افرادی که سیستماتیک در تاریخ حذف شدن، از دسترسی پیدا کردن به مسند هایی که تصمیم گیری درش دخیل هست و قدرت درش دخیل هست. ما اون وقت با جمهوری اسلامی مواجه هستیم که دقیقا در همین نیم قرن ایران رو و زنان ایران رو و جمعیت ایران رو از دسترسی به حقوق برابر نه تنها به صورت تاریخی حذف کرده، به صورت مدون حذف کرده، یعنی مدون کرده، تدوین کرده، این رو به عنوان قانون آورده و داره روز به روز هم در واقع بالو پر میده به این قانونش که نیمی از جمعیت به این صورت هستن، بقیه به این صورت هستن. برای ما داریم در مورد اون تدوین خشونت ورزی جنسیتی، خشونت ورزی تکمحوری سیاسی داریم صحبت میکنیم که در واقع مهمترین مسئله هست که وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی در واقع یک حکومت زن ستیز هستش و آپارتاید جنسیتی رو مطرح میکنیم،
آپارتاید جنسیتی یعنی همین معنیش این. و این بحث خیلی من دیدم که به خصوص در ایران، به خصوص ایرانیان خارج از کشور خیلی وقتا تو این بحث گیر میکنن که خب همه جای دنیا تبعیض هست. آپارتاید جنسیتی یعنی در واقع سیستماتیک، فراگیر و به صورت هدفمند نیمی از جمعیت کشور از دسترسی به حقوق برابر به دلیل جنسیتشون حذف بشن. دقیقا. و این خب کاملا مشخص هست که ما داریم در مورد همین امروز صحبت کنیم. دقیقا پروازه این خیلی هم خوب کردی که یادی هم کنیم از نرگس جان محمدی، همچنان در بند اما برنده جایزه صلح نوبل، که همین آپارتاید جنسیتی رو استفاده کرد با همین تعریفی که شما هم گفتی و تاکید کردی. یاد کنیم از همه در بندها و کسایی که مقاومت کردن، مبارزه کردن، پیشکسوت‌ها، پیشگام‌ها، پیشکارها، کسایی که کار بیشتر کردن برای برابری حقوقی. در مورد لغت اقلیت اتفاقا لیلی جان هم درست میگی، همچون ما آمار دقیقی نداریم که ببینیم مثلا فرض کن خدا ناباورها در ایران الان آیا واقعا اقلیتن؟ نمیدونیم آمار دقیق، چون کشور سراسر پرسانسوریه، ما اطلاع نداریم که آیا اگر جمع ببندیم خدا ناباورا، این همه پیروان ادیان دیگه و مذاهب دیگه از جمله سنی ها، این همه مسیحی، این همه کلیمی، یهودی، زرتشتی، ادیان بسیاری داریم، یعنی پیروان ادیان دیگه ای داریم، علاوه بر این که طبق یک نظرسنجی که اخیراً خود دولت منتشر کرده، خود دولت انجام داده بوده ولی لو رفتش بی بی سی منتشر کرد، نزدیک 80% مردم از دین برگشتن. بنابراین حتی لغت اقلیت هم دیگه در مورد اونها به کار نمیره. و در مورد زنان، حالا زنان رو به علاوه اون طیفی که گفتیم که اصلا دوست دارن اسمشون رو ترانس بذارن، چیزای دیگه بذارن، زن یا مرد دقیق نمیذارن، خب بنابراین اصلا جمعیت بسیار بیش از این هستش که بگیم حتی نصف جمعیت یا اقلیتی رو کنار گذاشتن یا از حق داوطلب شدن برای انتخاب شدن کنار گذاشته شدن. تبعیض کاملا سیستماتیک و به قول شما مدون، یعنی داخل قانون آمده، جمله صریح روشن خودش، تبعیض اندر تبعیض. اون دین رسمی اثناعشری هم که گفتی لیلی جان، بیا راجع به این، ما داریم راجع به انتخاب شونده، یعنی کاندید ها یا نامزد ها یا کسانی که بخوان حتی ثبت نام بکنن، بخت خودشون رو بیا امتحان کنن، ما داریم راجع به اونا صحبت میکنیم که انتخاب شونده محسوب میشن. حالا اصلا انتخاب کننده ها هم بینشون تبعیض هست. وقتی من نامزدی رو نبیدم که دوست دارم، مثلا یه نامزد خدا ناباور، یه نامزد زرتشتی، یک نامزد زن، پس به من هم، به حق من هم، حق انتخاب کردن من هم تبعیض انجام میشه. اشتباه میگم؟ توضیح بده. من دلم میخواد که برگردیم به اون واژه اقلیت. فکر میکنم که برای خود من ضروری هست که این رو مطرح کنم. اصلا واژه اقلیت رو میدونم من هم استفاده کردم، ولی در دنیای امروز اگر بخوایم برگردیم، واژه‌ای به نام اقلیت دیگه استفاده نمیشه در دنیای مدرن، یا خیلی کم استفاده میشه، یا مورد انتقاد هست. انتقاد بسیار درست هست، به خاطر اینکه اکثریت کی هستش که تعیین کنه اقلیت کجا وایستاده یا تعدادش چقدر هست. و یک اصطلاح دیگه که وجود داره، در واقع این تعریف شخصی هر کس هست از جایی که ایستاده و تعریفی که از خودش میکنه، و این تعریف ممکنه امروز با فردا تفاوت داشته باشه. ممکنه که من امروز خودم رو خدا باور بدونم، ولی یک اتفاقی در زندگیم بیفته که هفته آینده یا سال آینده من خودم رو خدا باور ندونم. بنابراین ما همیشه میگیم که تعریف از خود سیال هست، یک اتفاق سیال هستش در زندگی، یا سن
خب یک روز جوان هستی، یک روز میان سال هستی، یک روز در واقع شهروند ارشد هستی. برابری یه روز توی خانواده مسلمون به دنیا اومدی ولی بعدا تجدید نظر میکنی دوباره. کاملا، یعنی این کاملا یک طیف سیال هست و متاسفانه سیستم دیکتاتوری ایدئولوژیکی مثل جمهوری اسلامی حتی وارد این هیته نمیشه شد، به خاطر اینکه همونجوری که گفتیم به صورت مدون این خشونت و تبعیض بارز هست. من یک کوتاه فقط این رو بگم توی پرانتز، اگر شنوندگان و دوستان عزیز سوال دارن پس چه واژه‌ای رو باید استفاده کرد. راستش رو بخواین من دانشم فارسی اونقدر نیستش که چون استفاده نکردم، ولی مطمئنم که واژه‌ای براش ساخته شده. ولی سالها هست که ما اینجا در کارهای اجتماعی و فعالیت‌های مدنی به انگلیسیش رو میگم، امیدوارم که واژه فارسیش رو یکی به من آموزش بده. ما میگیم equity serving، equity serving communities و یا equity serving people، یعنی کسانی که توجه بیشتری لازم دارن برای اینکه به اون نقطه برابری، یعنی بار رو از رو دوش اشخاص و اون گروه ها بر میداریم در واقع و بار رو رو دوش خودمون به عنوان ارائه دهنده خدمات برمیدیم که ما موظفیم به این گروه ها به این دلایل توجه بیشتری برای دسترسی به امکانات، قدرت و در واقع ریسورس ها انجام بدیم. حالا اینو تو پرانتز گفتم برای اینکه برگردیم به اینکه وقتی که همونجور که شما گفتید مهمونی جان، وقتی کاندیدها از طیف خیلی مشخص ذوب شدگان در ولایت هستن، طبیعتاً انتخاب کنندگان هم حق انتخابی ندارن برای اینکه همسانی از خودشون در این لیست نمیبینن. و در واقع سالیان سال هستش که خب اون موقعی که به هزاران دلیل مردم مجبور بودن، احساس فشار میکردن، اون تفتیش در واقع ورود به دانشگاه ها به اون شکل شدید وجود داشت و مجبور بودن در انتخابات شرکت کنن، همیشه اون با اصطلاح انتخاب بین بد و بدتر بود. من حس میکنم مردم ایران، البته من 25 سال هست که ایران نیستم و خیلی پرهیز دارم از اینکه در مورد اون چه که در کف جامعه میگذره نظر بدم. ما اطلاعاتمون واقعیت این هستش که محدود هست به سوشیال میدیا و اون چه که در واقع میگیریم، ولی احساس من این هستش که مردم ایران از اون انتخاب بد و بدتر عبور کردن به نوعی. و من فکر میکنم که یه نکته ای رو ما باید اینجا خیلی بهش تاکید کنیم که در مورد ما سیستمی صحبت میکنیم که من همیشه وقتی راجع به سیستم سیاسی ایران فکر میکنم مثل این عروسک های خیمه شب بازی که همشون در واقع به یه نخ بالا وصل هستن و هر کدوم در واقع اون نقشی رو که اون گرداننده عروسک در واقع میخواد اجرا میکنن، همیشه یادم به اون گرداننده عروسک میفته، عروسک های خیمه شهبازی، به خاطر اینکه ما داریم در مورد سیستم سیاسی حرف میزنیم و نظامی که خیلی با هم عجینه. اولا یعنی نیروهای مسلح بسیار سیستم پیچیده سیاسی هستش در ایران که من وارد اون مسئله حقوقیش نمیشم که دانشش رو ندارم، ولی و از اون ور سه قوه، قوه قضاییه، مجریه و مقننه. رئیس قوه این سه قوه رهبر هست، رئیس نیروهای مسلح هم رهبر هست، بنابراین شورای نگهبان زیر نظر رهبری هست، یعنی در واقع تمام اهرم‌های قدرت سیاسی، مدنی، تصمیم گیری، قانونگذاری، اجرایی، قوه قضاییه در کنارشون و حالا اون شورای نگهبان که برای اصلا اون خودش یک بحث جداگانه است که اصلا وجود یک همچین شورای برای نظارت استصوابی در کجای سیستم سیاسی دموکراتیک میتونه تعریف بشه. و بعد نیروهای نظامی و انتظامی و مسلح، همه اینا آخرش به اون گرداننده عروسک خیمه شب‌بازی که رهبری هست در واقع وصل میشن. برابر این مردم، ملت جایی ندارن
در اینجا که خودشون رو بتونن تعریف کنن، باز تعریف کنن بر مبنای نماینده هایی که کاندیداهایی که در واقع میره جلو، فکر کنن که این کاندیدا بهتر از اون کاندیدا هستش. در واقع بهتره که ما همون واژه خودشون رو، یعنی ملت و مردم رو جدا کنیم، یک تعداد همون ذوب شدگان در ولایت امت فرض کنیم که پیرو هستن به هزار دلیل در این در واقع زنجیره های فساد اقتصادی و قاچاق و سیاسی و هم با اقسام زنجیره های فساد، خب این دنبال روی رو دارن و میرن پای صندوق های رای، ولی اون مردم و ملت نیستن. همون جمله های اولی که خوندیم، شرط ریاست جمهوری، یکیش هم همین بود دیگه، ملتزم به مبانی جمهوری. یکی از مبانی ولایت فقیه که حالا زمان خمینی ولایت فقیه بود، بعد شد ولایت مطلق فقیه. بله بله. علاوه بر سه قوا و از همه مهمتر کل نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، همه اینا، حتی رسانه ها، تریبون ها هم باز زیر نظر مستقیم خود رهبر هستش، که از امام جمعه ها، امام جماعت ها، نمیدونم حوزه ها، انواع دفاتر تبلیغاتی تا صدا سیما که مثلا باید ملی باشه دیگه، این همه کانال، این همه زبانهای مختلف، 24 ساعت فلان بود و همه چیز. یعنی وقتی که تمام این ارکان، فرض کن یه خونه هست، تمام ستونها به قول شما دست یک صحنه‌گردان هست، دیگه در جزئیات اصلا چه اهمیتی داره؟ سر جزئیات سر چی داریم بحث میکنیم؟ خانه از پای بست متاسفانه اینطوره دیگه، که دلم نمیاد راجع به ایران بگم ویران، ولی واقعیته. نمیتونیم که اندر غم مثلا نقش ایوان باشیم. این چیزی که کاندید اصلاح طلبان الان اومده میگه، قرار نیست چیزی عوض بشه، صد بارم عنوان مقام معظم رو میاره. در این حال من نمیدونم، فضولی نمی کنم، ولی نمیدونم پس به چی از شما بزرگتر و بیشتر رأی آورده آقای خاتمی و بعدش هم روحانی و اینا، کار نتونستم بکنه. الان شما که حد اکثرش اینه که پزشک بودی، پزشک خوبی بودی فرض کنیم، بعد چجوری میخوایی با همه این مسائل کنار بیای؟ بگذاریم رفتیم تو انتخابات در حالی که بی ارتباط نیست، اما موضوع اصلیمون قانون و تبعیض دیگه، که البته مناسبتش الان انتخاباته. لیلی جان، سوال خیلی بنیادی که در مورد هر گونه تبعیضی میتونیم استفاده کنیم، این رو، این پرسش سر جاش هستش، در مورد هر نوع تبعیضی، این پرسش پیش روی مقامات جمهوری اسلامی طی این 45 سال فرق نمیکنه، از هر طیف و هر کسی که مسئولیتی داشته طی این 45 سال این سوال جلوشه. شما یا منشور جهانی حقوق بشر رو قبول دارید یا ندارید؟ اگر قبول ندارید، چرا هنوز در اون معاهدات بین المللی مانده اید و نیومدید بیرون؟ اگر که قبول ندارید، میگین که نه ما خودمون یه حقوق بشر اسلامی داریم و اینا، پس نباید دیگه اصلا جزء مثلا این معاهدات بین المللی بمونیم دیگه، درسته؟ یعنی میخوام بگم که اینها هم نقض آشکار حقوق بشر لحظه لحظه، یعنی بیرونی ترین چیزی که هر روز ماها زنها، هنوز طفلای خواهرای کوچیکتر ما، شاید واقعا نوه های من هم باشن، باش درگیرن، مسئله حجاب. این دیگه اولین روزمره ترین تبعیض تا تمام قوانینی که وجود داره، همه چیز تبعیض‌آمیزه. چطوره که هم نمیترسه از این معاهدات بین المللی که هر روز داره روزمره نقض میکنه و هم توش مونده نمیاد بیرون؟ چی فکر میکنی راجع به این؟ من نظر غیر کارشناس، من متخصص حقوق بین الملل نیستم، ولی اون چه که میتونم در موردش نظر بدم، خب این مشخصا مسئله پیامدهای قانونی یا در واقع ضمانت‌های اجرایی این تعهدات بین المللی هست. بیشتر این تعهدات بین المللی مرامنامه هایی هستند که در واقع کشورها متعهد شدن بهش، امضا کردن در طی سالیان سال، در واقع خودشون متعهد کردن که
به این مرامنامه ها، به این قطنامه ها، تعهدات در واقع پایبند بمونن. ولی خب شاهدش هستیم و این رو متوجه هستیم حتی به عنوان اعضای معمولی جامعه که این تعهدات ضمانت اجرای قانونیشون اونقدر قوی نیست، یا اون چیزی که ما دلمون میخواد ببینیم در مورد جمهوری اسلامی حداقل نیستش در واقع. منتها مسئله که هستش، من میخوام یه ذره چی میگن با هم صریح صحبت کنیم. یه بخشی از در واقع مسئولیت رو هم باید بذاریم رو دوش کشورهای غربی و دنیای و جهان بین الملل که با چه مماشاتی، با چه زیر میز در واقع معامله کردن ها، حتی نه زیر میز، حتی خیلی آشکار معامله کردن ها در واقع این آتش زبانکش خانمانسوز جمهوری اسلامی رو همیشه شعله ورتر کرده. نقشی که جمهوری اسلامی در منطقه داره بازی میکنه، خب ما در واقع اولین باری که ما شاهد این بودیم که کشورهای دنیا یک صدا ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی، دوران زن زندگی آزادی و خیزش بود در واقع، که اون هم یک مثل در واقع یک تغییر ناگهانی بود که تازه انگار بیدار شدن، تازه فهمیدن مردم ایران از حکومت ایران متفاوتن. ما باید پشت مردم ایران وایسیم، باید پشت زنای ایران وایسیم، باید پشت جوانای ایران وایسیم، اگر منافع خودمون، اونا به منافع خودشون فکر میکنن، این واقعیته، اونا به منافع خودشون فکر میکنن. و جمهوری اسلامی ید طولایی داره در این که بتونه منیپولیت کنه در واقع این گفتمانهای بین المللی رو. همین دیروز حمید نوری برگشت ایران، درسته که محکومیتش بسیار مهم هست و ما نباید درسته هممون به هر حال شوک شدیم، ولی این یک قدم بسیار بزرگی در دادخواهی بوده، ولی در نهایت جمهوری اسلامی با گروگانگیری سیستم رو تونسته در دست بگیره و مانیپولیت کنه و این کار رو در همه جنبه ها انجام داده در واقع، با بازی اتمی، با بازی های اقتصادی، قراردادهای اقتصادی که با اتحادیه اروپا امضا میکنه نمیکنه، اتحادیه یک باج میده یک باج میگیره در واقع. اینه که من فکر میکنم یه ذره اگر که رک با هم صحبت کنیم، نقش جامعه بین الملل همین میان در این 45 سال ضعیف بوده، به جز در یک سال در واقع اون اوج خیزش در واقع که الان باز داریم میبینیم که خب سازمان ملل برای رئیسی بزرگداشت برگزار میکنه. همه اینا دردهایی هستش که ما داریم با هم به اشتراک میذاریم و در نهایت راه حلش من فکر میکنم که همون صدای مردم ایران هست، که خب اون هم هزینه‌ای که مردم ایران میپردازن یک هزینه بسیار بالایی هست و هیچ وقت از خارج از کشور از هیچ کس حقی نداره که به مردم ایران بگه چه کنید. اونها خودشون میدونن، اونها خودشون برمیخیزند، اونها خودشون از جونشون و از آزادیشون سرمایه میذارن و مایه میذارن و در واقع ما صدایی هستیم که میتونیم نقش خودمون رو در اون مقاطع خاص بازی کنیم. ما بیشترین کاری که میتونیم بکنیم تمام این سالها که بیرون بودیم بازتاب بدیم صدای اونها رو و مثل آینه‌ای بگیم در ایران داره چه اتفاق میفته، ولو اینکه یک مورد رو که خودمون شاهد بودیم، ولو اینکه یک مورد رو خودمون میشناسیم، ولو تمام این چیز خبرهایی که رو تو رسانه ها میاد، حتی میگم ولو منظور این که حتی اگر یک مورد رو میشناسیم بازتاب بدیم، کار مهمی کردیم، چه رسانه ای چه فعالان و کنشگران. و بله ضعیف عمل کردن، من هم با شما هم دل هستم، دولت های غربی به خصوص که مدام نگاه میکنن اگه مردم ایران اومدن تو خیابون جدی میگیرن، اگر نیومدن سکوتشون رو جمهوری اسلامی میتونه اونا رو با قول شما مانیپولیت بکنه، بپیچونه، دور بزنه، گول بزنه، فریب بده که بگه که مردم راضی هن.
و اون حالت اینکه هم انتخابات رو نگه میداره هم چیه، واقعا واسه این که همش به این ور واژه‌ای به نام دموکراسی بفروشه، ما هم الکشن داریم، ما هم انتخابات داریم، ما هم رئیس جمهور داریم، از اون ور ولی محتوای این کاری که میکنن چیز شگفت انگیزیه. البته که هیچ جا بهشت موعود به وجود نیومده، یوتوپیایی به نام اینکه جایی به وجود اومده الان روی کره زمین، حداقل از کرات دیگه خبر نداریم که بگیم اینجا دیگه هیچ عیب و نقصی نداره، اما این تلاشی که داره تمام فعالا تو همه چیز از حفظ محیط زیست تا امور حقوق بشری شگفت انگیزه و عالیه و مدام نمیتونن بگن بله مثلا فلان جا هم دیدین مثلا یک روزنامه نگاری گرفته شد، مثلا فلان شد، هر چیزی جای خود. لیلی جان قربون محبت، تا همکنون ما حدود یه ربع دیگه وقت داریم، میخوایم راجع به برگردیم اگر به موضوع رجال مذهبی و سیاسی، خود کلمه رجل هم بخوایم دوباره برگردیم، اصلا خود کلمه مرد رو بخوایم برگردیم، ما اول توضیح دادیم که فقط موضوع مرد نبود، اصطلاح یا شرط رجال مذهبی و سیاسی شما مرور کردیم که خیلی ها رو دربر میگیره و اتفاقا کسایی که داخل این شروطی که اینا گذاشتن بسیار اندکن ملتزم به ولایت مطلق فقیه، فقط اونا باقی میموندن که اونم مرد باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه. خب حالا بیام ببینیم که اصلا به نظر مقامات جمهوری اسلامی از خود خمینی که 1342 بعد وقتی که انقلاب شد 1357 اولین مبارزاتی که کردش یا ستیزی که کرد با زنان بود، به نظرت از زنان میترسن مقامات جمهوری اسلامی؟ پرهیزی دارن، دلهورهی دارن، یا کلن از هر چی که خودشون اسمشو دیگری بگذارن، زنان دیگری هستن، بهایی ها دیگری هستن، مسیحی ها دیگری هستن، یهودی ها دیگری هستن، آمریکا دیگریه، اون یکی دیگریه، اون یکی یه عالم دیگری برای خودشون، حتی بین خودشون خودی ناخودی دارن، درسته؟ همینجور شقه شقه کردن تا واقعا رسیدن به همون تعداد اطراف خود ولی فقیه. به هم بگو آیا اینا از دیگری میترسن؟ از زن میترسن؟ از روی کار اومدن هر کدوم از اینها میترسن؟ خودشون چه احساس ناامنی دارن که انقدر باز به سیستم های دیکتاتوری در جهان، در واقع که در واقع من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی فراتر از دیکتاتوری یک سیستم فاشیست مذهبیه در واقع. خب این سیستم ها بر این مبنا شکل می‌گیرن که یا با منی یا با من نیستی، در واقع یا از منی یا از من نیستی. بعد الان که شما داشتید صحبت می‌کردین یه لحظه من دوباره برگشتم به عقب. یکی از جرائم آدم های فعال در جمهوری اسلامی دگراندیشیه، دگراندیشی جرمه. اصلا خود این موضوع جالبه، یعنی جالبه که دردناکه در واقع، که چه تعداد جان، چه تعداد انسان آزادیشون رو به خاطر اینکه مثل سیستم جمهوری اسلامی فکر میکردن، یا نه حتی به قول شما حتی شاید یه ذره فکر میکردن ولی کامل فکر میکردن، یعنی باز این سیستم خودی و ناخودی ما حتی زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی باز زندانی سیاسی خودی و ناخودی داره، یعنی حتی در اوج تبعیض باز یک تبعیض دیگه هم وجود داره که خب خودی ها طبیعتا از شرایط یه ذره بهتری برخوردارن، اون غیر خودی ها از دیگه خب مشخصا دیگه لازم نیست ذکر کنیم که در چه شرایطی زندگی میگذرونن، در زندان ها یا گذروندن یا جانشون رو از دست دادن. من فکر میکنم که سیستم هایی که بر مبنای این گونه تفکرات دیکتاتوری و مطلق گرایی، همون حکومت در واقع مثل ولایت مطلقه فقیه، مطلق گرا هستند، از هر گونه گرایش، از هر گونه تفکر و از هر گونه تعریفی که با اون ایدئال مطلقشون
حالا در مورد جمهوری اسلامی، نظام ارزشمند جمهوری اسلامی به قول خود، نظام والا، حالا هر چیزی که اسمشو میذارن، نظام مقدس، نظام رهبری، یعنی همه چیز مقدسه، مقام مقدس رهبری، نظام مقدس جمهوری اسلامی، همه این واژه ها یک حاله ای از تقدیس درش هست، یعنی از دسترس خارجه، یه جایی در اوج آسمان ها. بنابراین هر کسی بیاد در مورد این نظام مقدس، این افراد مقدس، این سیستم مقدس، این سیستم مطلقگرا حرف بزنه مخالف است. حالا در مورد جنسیت داریم صحبت میکنیم، خب طبیعتاً اینو دیگه لازم نیست ما برگردیم، ما در مورد یک سیستم زنستیزی داریم صحبت میکنیم که اولین نمره کارنامهش در واقع این بوده که زنان رو حذف کرده، زنان رو سرکوب کرده و در واقع چند هفته بیشتر از عمرش نگذشته بود، اصلا هنوز وجود نداشته، وجود قانونی نداشته که شروع کرده این قل و قم رو. خب طبیعتاً اون قداست رجولیت مردانه در واقع معتقد به نظامی که همه اینا ذکر شده در قانون و در این سیستم، خب با حضور یک زن به چالش کشیده میشه. و وقتی که ما در مورد مطلق گرایی داریم صحبت میکنیم و قداست گرایی، که در این قداست گرایی در واقع جنس دومی وجود داره در اون ذهنیت دیکتاتوریش که جنس دوم زن هستش، یا هر کس دیگری که خودش رو از طیف‌های دیگر جنسیتی معرفی کنه، در واقع به صورت شهروند درجه دوه، و این شهروند درجه دو اگر به قدرت برسه، اگر صدا داشته باشه، اگر مقام داشته باشه، اگر به چالش بکشه مطلق گرایی رو، طبیعتاً دشمن هست، داره قداست رو به چالش میکشه و باید حذف بشه. من فهم کنم این فرمول سیستم های دیکتاتوری به خصوص دیکتاتوری ایدولوژی هستش که دو لبل شهروند دارن، شهروند درجه یک که خودشون هستند و شهروند درجه دو. حالا در مورد جمهوری اسلامی نیمی از جمعیت کلن شهروند درجه دو محسوب میشن و طبیعتاً هر گونه تلاشی، هر گونه چالشی که زنان ایران جمهوری اسلامی رو به اون بکشند، بسیار بسیار همونجور که دیدیم با سرکوب و واکنش مواجه خواهد شد. گرچه من اینجا میخوام این رو هم بگم که باور شخصی من این هست که نظام جمهوری اسلامی در نهایت اون روزی که بازنده باشه، که همین امروز هم به نظر من بازنده است و خودش رو روی پوشال‌های مطلق‌گراییش و در واقع همون قداست‌گراییش فعلا نگه داشته، ولی اون روزی که از هم بپاشه با دیوار برلین حقوق زنان میپاشه و این رو شاهدش بودیم در خیزش زن زندگی آزادی، که چطور تونست تمام جای جای ایران رو، تمام اقشار مردم ایران رو به هم بپیونده و چنین صدایی رو جهانی بلند کنه. و من فکر میکنم که نسل جدید از این مرزها عبور کرده. ما در دنیای تکنولوژی زندگی میکنیم که هر چقدر هم سعی کنن این سرکوب ها، فشار ها، این همه اعدام، این همه کشتار، این همه زندان، ولی در نهایت جوانای ایران، مردم ایران و به خصوص زنان پیشروتر از اونی هستن و شاید واقعا تنها حکومت، تنها کشوری باشه ایران که مردمش گام ها از حکومتش و رژیمش جلو هستن و این فاصله در نهایت همون فاصله هست که جمهوری اسلامی رو روزی از درون در واقع از هم میپاشونه و این راه از حقوق زنان میگذره. به نظر من، من هم با شما 100% موافق هستم. به قول مامان ها میگفتن دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. فروپاشی این نظام چه از درون چه به وسیله مردم، فقط هممون امیدوار هستیم که با هزینه هرچه کمتر برای مردم، با خشونت هرچه کمتر علیه مردم، با ویرانی هرچه کمتر برای ایران این گذار انجام بشه، این به
سلامت به دموکراسی برسیم، یعنی یک مسیر بسیار پر مخاطره ای که امیدواریم که به سلامت برسیم به اونور که آزادی و دموکراسی باشه. از حمید نوری اسمش رو آوردی و به هر حال دیروز و امروز چنان در خبرها بود که ما هر چقدر هم بخوایم نمیتونیم مثلا راجع به این صحبت نکنیم. واقعیت اینه که بسیاری از حقوقدانها، شما هم گفتی به درستی، دارن تاکید می کنن که به هیچ وجه اینطور نیستش که بگیم پس این همه زحمتی که خانواده های دادخواه کشیدن، این همه رنجی که بردن، این همه مسیر رو طی کردن که این دادگاه برگزار بشه و محکوم شد، پس همش هیچی. نه، قوه قضاییه سوئد اتفاقا استقلال خودشو داشت، کار خودشو کرد، وکلا و تمام اون مسیر، و این به صلاح این یک پیشینه ای شد برای اینکه تمام پرونده ها بعدها هم قابل ارجاع هستش که تک تک این مقامات که پاشون به بیرون برسه به همون قابل ارجاع هست، زمینه که خود اونجا هم بسیاری از جزئیات، بسیاری از اسمها، همین آقای نور محمدی رئیسی فلا، خیلی از این جانیا همونجا هستن. بنابراین اصلا اینطور نیستش که اونا حروم شده باشه، قوه قضاییه سوئد کار خودشو کرده، البته بازی های سیاسی، معاملات سیاسی، قوه مجریهشون دوباره یه کار دیگه کرده، حالا اونم میگه برای نجات جان دو تا شهروند دیگه، گرچه که تو روی اون هم بسیار بسیار نقد ها هستش. به هر حال راجع بهش صحبت کردی، گفتیم یه ذره توضیح بیشتر بدیم. نکات دیگه ای که گفته بودی، تبعیض مثبت هست که در بسیاری از کشورهای، در صحبت سوئد هم شد، اتفاقا کشورهای اسکاندیناوی خیلی تبعیض مثبت دارن برای کسانی که، درسته که فرصت ها باید برابر باشه، وقتی که از برابری حقوقی صحبت میکنیم، یک اون قوانین، دو فرصت های برابر برای همه جنس ها، همه فارغ از هر رنگ و نژاد و اعتقاد و اینهایی هستش، و این تبعیض مثبت گاهی برای این انجام میشه که به یک فرصت برابر برسیم. حالا شنونده خواهد گفت که این میزبانه بیشتر از مهمون صحبت کرد. دوست ندارم واژه تبعیض مثبت رو، برای اینکه باز بار رو میذاره بر دوش اونی که در واقع داریم بهش اون حقوق برابر رو میدیم و انگار که داریم یک لطفی بهش میکنیم. ولی ممنون از اینکه گفتید، منم واژه جدید یاد گرفتم. اتفاقا چون شما گفتی که اینجا اگر دو نفر در شرایط برابرم باشن، اتفاقا مثلا خانم باشه یا از خانواده رنگین کمانی باشه یا از افراد دیگه‌ای باشه که مثلا لازم داشته باشه حمایت بیشتر، برای که دارن فرصت رو برابر میکنن، برای همین این equality of opportunity رو خواستم تاکید بکنم روش رو اینها. لیلی جان، آیا چیزی هست که من نپرسیده باشم دلت بخواد بگی یا بیشتر روش تکیه بکنی یا یادآور بشی؟ اولا یاد کنیم، دلم مسلماً همیشه هم با شما هم با آزاده جان پورزن وقتی صحبت میکنیم، کارتون رو، کارنامتون رو، تخصص و تحصیلتون رو مستقل از هم بابا هم مامان به رسمیت میشناسیم و احترام میذاریم، ولی خب آخر صحبتمون دلم نمیاد یاد نکنیم از مهرنگیز کار که این همه زحمت کشیده برای برابری حقوقی، یکی از پیشگام ها بوده، و از سیامک پولزن، نامش به نیکی یاد باد تا ابد. هر نکته‌ای که باقی مونده و من نپرسیدم بگو لیلی جان. من فکر میکنم که به هر حال بحث بسیار خوبی بود، دوران بسیار سختی رو من مطمئن هستم که مردم ایران دارن میگذرونن بعد از خیزش جینا، ولی مطمئن هستم که اون درایتی و هوشیاری و آفرینندگی که مردم ایران از خودشون نشون دادن که دنیا رو به خودش خیره کرد، گرچه با هزینه سنگین، مطمئن هستم که این آفرینندگی، این درایت، این بینش، این خلاقیت در نقطه تاریخی دوباره خودش رو پیدا میکنه، معنا میکنه و متبلور میکنه. این بازی های جمهوری اسلامی بازی های جدیدی نیست. ما در نقطه‌ای هستیم که حداقل امروز آگاهیم،
امروز جامعه آگاه هست و حتی دنیای جهان بین الملل هم آگاه هست، گرچه در مقاطع تاریخی اول به منافع خودش فکر میکنه. من فکر میکنم که گرچه در نقطه سختی هستیم، ولی در نقطه بسیار بهتری هستیم از یک دو سال پیش، سه سال پیش، 10 سال پیش، به خاطر اینکه این آگاهی رو و این رو مدیون مردم ایران هستیم که این آگاهی رو در خود جامعه، در کنشگرانی که الان در زندان هستن، جونشون رو از دست دادن، آزادیشون رو از دست دادن و فداکاری که روزمره کردن برای اینکه این سطح آگاهی بالا بیاد، در سطح جامعه فراگیر باشه و بعد انتقال پیدا کنه به خارج از کشور. مردم ایرانی خارج از کشور هم به این آگاهی رسیدن به نوعی بخشیشون و بعد جامعه بین الملل هم گرچه در مقاطعی ممکنه که این رو اجرایی نکنه ولی باورمند شده به این موضوع. 100%، 100%. دیر و زود به هر حال به این پی میبرن که با قول همین آقای نخست وزیر سوئد گفتش که اینها چه جهنمی رو تجربه کرده بودن، همین دو شهروندی که تازه آزادیشون کردن. خیلی مهمه همین لغتی که ایران اکنون رو زیر قوانین و دیکتاتوری جمهوری اسلامی یک جهنم خطاب میکنه. خود این نمیدونم این لغت رو میتونه آدم استفاده کنه بگه یه پیروزیه، ولی به هر حال اون پرونده تشکیل شد به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شدن. حالا دادگاه کار خودشو کرد و اوکی، حالا دیگه اگر که حتی محکوم به اعدام هم شده بود، ماها مدافعان حقوق بشر هیچ وقت راضی به اعدام که نیستیم که، همون مخالف اعدامیم. حالا ببینید، راه دادخواهی راه طولانیه، راه نفسگیریه، راه تاریخیه و همه ما خانواده های دادخواه، همه ایرانیانی که به نوعی دادخواهی دارن، خب طبیعتا دوست داریم در عمر خودمون این دادخواهی رو تجربه کنیم. ممکنه نکنیم و این ممکنه خیلی برامون شخصی دردناک باشه، ولی مسئله این هست که این دادخواهی انجام خواهد شد. روزی ممکنه ما نباشیم، ولی ما نقش خودمون رو امروز باید ایفا کنیم. این مدارک حقوقی، اسناد حقوقی که بتونه عدله پسند در محاکم بین المللی باشه رو جمع آوری کنیم، ارائه کنیم، همون کاری که کمیته های حقیقتیاب دارن، کمیته حقیقتیاب دارن انجام میده. و در واقع این مثل دو امدادی، دست به دست این چوب رو به همدیگه بدیم تا اون روز دادخواهی، و اون روز فرا میرسه، ما باشیم یا نباشیم. همینطوره، امیدواریم هر چه زودتر باشه. همه این صحبت رو در مورد این پرونده اخیر و حمید نوری، این معاملات اخیر، من و شما هم راجع به صحبت کردیم که همدلی کرده باشیم با تک تک خانواده های دادخواه، از جمله شما لیلی جان و آزاده جان، و هر کدوم به نوعی جفا کشیدیم و جور و ستم از ما که دوری کشیدیم، تا شماها که واقعا پدر از دست دادین. لیلی جان عزیزم، خیلی متشکرم که دعوتمو پذیرفتی و امیدوارم یه روزی به زودی راجع به چیزای شاد و زن، زندگی، آزادی و شادی هم صحبت کنیم. ممنون از اینکه من دعوت کردید و ممنون از همه عزیزانی که حضور داشتن. من هم ممنونم از مخاطبان و همراهان آموزشکده توانا. تا فرصت بعد، من مهمونه رحیمی هستم، باز هم به زودی با گفتگوی دیگه برمی کردیم. خیلی متشکرم.